خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از واکنش ها به گرانی بنزین و اعتراضات در ایران خواهیم گفت. روزنامه های بدون گزارش و کم تحلیل. سلام آقای بهنود، در قطع اینترنت ویدیوهایی میرسید از ایران که نشون از سرکوب شدید نیروهای امنیتی میداد و از طرف دیگه هم صدا و سیما و به قول معروف مقامات ایران تصویر دیگه ای نشون میدادن. از طرف روزنامه ها هم واقعا گاهی تلاش میکردن که یک خبرهای درصد از اعتراضات بدن بیرون. یه ذره سخت بود همه چی رو پیگیری کردن. بله، اینا همطوری که میگید، یعنی هم قطع اینترنت که عملا باعث شد که حتی گرفتن عکس از روزنامه ها مشکل شد، یعنی با یک گرفتاری عجیب غریبی توام شد، یعنی کسایی که از طریق اینترنت هم دسترسی به روزنامه ایران پیدا می‌کردن که دیگه الان تیراژ اصلی روزنامه‌ها اونجاست، اونها هم دچار مشکل شدن. روزای شنبه حتی دسترسی به بعضی خبرگزاری‌هام سخت بود. سخت بود، بله. بعد هم خود این قطع اینترنت، هم به اصطلاح دستوری که ما بدون اینکه متن دستور رو دیده باشیم از خود روزنامه بتونیم بفهمیم دیگه، که در مورد منعکس نکردن حوادث دادن. ولی این به معنی نیستش که روزنامه‌ها اولا سعی نکردن، کردن حالا عرض می‌کنم، و بعدم اینکه علاوه بر این که اون وظیفه‌شون بوده البته، و دوم اینکه مقالاتی که توش اعتراض و نشون دادن اینکه این کار غلط بوده، چرا نفهمیدین که واکنش خواهد داشت، اینا تو روزنامه فراوون بود ولی گزارش نه. بله، خب می‌خوام شروع کنیم با روزنامه ایران. ببینید، از روزنامه شنبه میگذاریم به خاطر اینکه روزنامه شنبه نمودار هیچی نیست. دلیلش اینه که شنبه نه برف و بارون اومده بود به روزنامه رسیده بود، نه خود حادثه اینکه قراره چه اتفاقی بیفته روزنامه خبر داشت. موقعی که بستن روزنامه رو نبود، بنابراین یه روزنامه های خونسایی بود. یک دو تا روزنامه در آخر وقت خبر دادن که قراره که بنزین گرون شه. بله، اما از یه شنبه قضیه فرق کرد، فضا رفت همونجا که میبینید، غافلگیری در روز برفی. البته این حرف روزنامه ایرانه، چون بقیه غافلگیری برفی و بنزین رو تیتر زدن. بله، یعنی اووردن توی تیتر صفحه اول، اونجا هم جدل بنزین پس بنابراین شروع کرده. اما روزنامه دولت تنها جایی رو که میبینه، یا هنوزم درگیری به اون معنی خشن و اینا هم نشده، اونجایی میبینه که میگه یه موافق و منتقدانی داره. حتی روز یک شنبه است، تقریبا روز یک شنبه درگیری ها شدید بود، حالا حداقل شنبه شب. آره، به هر حال اینها، یعنی ولی ملاحظه کنید که در همین روزها وسط این گزارش هایی که میخونید، این گزارش راجع به غافلگیری روز برفی است، یا اینجا یک مقاله میخونین از آقای یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری است، تهران شهر تاب آوری نیست. داره گزارش میده که تهران ضعیفه در مقابل این قضايا. اما بریم اعتماد بیشتر نشون میده. بعد اعتماد رو هم ببینیم. ببینید، اعتماد حالا علاوه بر اینکه تصمیم اقتصادی دولت و بارش پاییزی حمل و نقل عمومی رو مختل کرد، یعنی بنابراین یه طرفش هم این استش که تصمیم اقتصادی دولت کرده، تلاقی برف و بنزین، یک سرمقاله داره از آقای عباس عبدی. آقای عبدی اون تو چند تا سوال خیلی جدی میکنه، میگه افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی کردن اون به طور عادی با واکنش‌های مواجه و موجب نگرانی شده، آیا این تصمیم درست بود؟ اگر نمیشه اصلاحش کرد، اگه قرار اصلاح بکنیم باید زودتر این کارو بکنیم. از منظر علمی، از آخرین باری که قیمت بنزین افزایش یافت تا حالا 4 سال میگذره، در این فاصله قیمت ارز بیشتر از 3 برابر شده، یعنی ارزش بنزین برای قاچاق 3 برابر شده، در داخل هم حداقل 100% تورم در این 4 سال بوده. کلا میره و به اینجا میرسه که دولت یک همچین کار تصمیمی رو در زمان مناسبی نمی کنه. ولی توجه جلب میکنم که این عکس
بیشتر از اینکه برفو نشون بده، خود حوادث بعد از به اصطلاح بنزین و چراغش، در حالی که حادثه رو ظاهرا نداره ولی داره. بله. این مقصدم از این نیستش که بگم که روشون سانسوری نیست، اتفاقا سانسور شدیدی هست، ولی در این حال به کوششی که میکنند برای اینکه در این روزا، اینجا در گزارش که امیرزا خالدی نوشته میخونیم، یا در این یکی گزارش که گروه اجتماعی تهیه کرده، به بهانه اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی چی دارن، در نتیجه دیده میشه خود اینکه قطع بود اینترنت و امکان دسترسی به محتوای روزنامه وجود نداشت، خودش یکی از دلایلی بود که اون تضادی که شما اشاره کردین اون پدید آورد و تایید کرد. به هر حال دو تا کار عجیب و غریب بود، قطع اینترنت بله که عوارض خودش آورد و در نتیجه جا داد، و یک سویه بودن صدا و سیما و این که روزنامه ها هم دیگه گزارش نمیدن. حالا توی روزنامه جهان صنعت باز یه نگاهی کرده به همین که در واقع قطعی اینترنت یکی از دلایلش این بوده که احتمالاً می‌خواستن اعتراضات رو کنترل کنن. گشت امنیت ارضی رو دیده. ببینید تقریبا هر چی مقاله داره مخالفه. تقریبا از حال ناخوش شهرها میگه حق و ناس فدای مصلحت شد، که تقریبا همون حرفی است که وزیر پستگراف هم زد دیگه، گفت من ازش خبر ندارم، تصمیم یه جای دیگه گرفته شده، یعنی تصمیم شورای امنیت در واقع تمام مسئولان یه جوری از خودشون مسئولیت رو سرباز کردن و گفتن امنیت در حال حاضر مهمترین چیزه. اتفاقا آقای آذری جهرومی پریروز اعلام کردن که از صدمات اقتصادی که اینترنت در همین قطعی چند روز، از این گفتن که 3 میلیون نفر تاکسی اینترنتی دارن و 10 میلیون شهروند در واقع رجیستر کردن، ثبت نام کردن برای این تاکسی ها. آقای کواکبیان از وضعیت بیمارستان ها گفتن و کلی داستان های دیگه، و اینکه این اینترنت ملی جوابگوی آن چیزی که قرار اینترنت بین المللی بده نیست. و این پایین هم دوباره یک مقاله هستش که الان تو این تصویر نمیبینیم، از خانم حمیده حبیبی هست، کنترل اعتراضات با قطعی اینترنت. اتفاقا روزنامه مردم سالاری هم یک گزارشی داشت که نوشته بود این قطع اینترنت میتونه به این چیز بشه که یک اعتراض به همین اعتراضاتی که الان هست اضافه بکنه. اینجا این تکرار یک سناریوی معمولی هم آتر نوشته، باز اون هم به اصطلاح هست. غیر از این که اینجا یک گزارش شیدا ملکی هم هست که در حالت عادی شاید روزنامه میتونست این بزرگ تیتریک بکنه، ولی در این شرایط نمیشده. حال ناخوش شهرها، اعتراضات مردم در پی گرانی بنزین، یعنی اونجا هم همین هست. خب بریم روزنامه بعدی، روزنامه کیهان رو ببینیم. خب کیهان چند تا تعبیر وقتی یه همچین روزنامه تندی داده میشه، البته تیتریکش به اون تندی مقالاتش نیست. دو جا فقط این روزنامه یه ذره به نظر من باز آرومتره، برای اینکه داره از آرامش به کشور بازگشت خبر میده. روزهای قبلش رفت توی آرامش به کشور، منتها فقط نمیگه که اگه ستون پنجم متلاشی شد، اگه آرامش به کشور بازگشت، این که آقای شریعت نادری در اون نکته که اون بالا تیترشو دارید میبینید می نویسد که حالا نوبت انتقام ماست، و بعد در جای دیگه هم صحبت از این میکنه که دار زدن اعدام با دار، این واکنش تموم شدن نیست، یک مشت عرازل اجارهی به قول کیهان که این تعبیر هم اضافه شد. بله. عرازل اجارهی. و نکته جالب اینه که اصلا بدون هیچ دادگاهی آقای شریعت مداری شریعت مداریه، ولی اصولا علاوه بر این یادون باشه که اون کسی که خشونت نشون میده، این یه ترم قطعی است، خشونت نشونه ترسه. آقای شهید مداری از حق مقابله به مثل یا انتقام میگه و اشاره میکنه که کسانی که ایشون عرازل اجاره میدونه در اعترافاتی که کردن، که این اعترافات رو مثل که ایشون فقط خبر دارن اعتراف کردن، آقای شهید مداری خبر نداشته چی میخوای من شما خبر دارم؟ اعتراف کردن که از عربستان و اسرائیل و آمریکا پول گرفتن، عکس هایی رو میگن هستش و فیلم هایی از این کسانی که ایشون میگن در این کشورها، و در نهایت میگه که خب اگر ما بخوایم جواب اینا رو بدیم حق داریم، برای اینکه میتونیم انتقام بگیریم بر اساس قوانین بین الملل. خب بریم سراغ روزنامه شرق، قایبان حیات کوچک دولت. ببینید این
اولا این مقاله آقای ایزدی مقاله خوبی است که این مسئله رو مطرح میکنه که مسائل روزمون چیه. گرون شدن بنزین، واکنش اعتراضی مردم هست که بخشش هم خوب ناسالم بوده، واکنش به اعتراضای خشونت آمیز، یه فضای پوچی است که این مسائل توش روانی بدی است که به وجود اومده، روحی و روانی است و کدومه بعد. همه اینا رو که میشکفه، اصولا حرفش این هستش که باید چند تا نکته رو در یه همچین مواقعی در نظر داشت و اون هم سلامت روانی جامعه است. گزارش به یه جایی بامزه‌ای میبره شهر و اون اینکه غایبان حیات کوچک دولت توضیح میده که وزرای نفت و اقتصاد که به حال یه نوعی مربوطن دیگه توی ماجرا، اونا نبودن تو جلسه، دو سفر بودن یا هرچی، وزرای کشور و ارتباطات دیگه، این دوتا دیگه کاملا مربوطه. این دوتا بودن تو جلسه هیئت دولت ولی به طرف خبرنگارا نیومدن. میدونید که الان مدتی است که هیئت دولت اینطوری روبرو میشه که همون صحنه‌ای که تو کاخ سفید هم در مورد ترامپ میبینید، یعنی اونا موقع که پله‌ها میان پایین، الان البته 10 15 سال اینطور شده، میان خبرنگارا پایین پله‌ها هستن و میره، حالا یا به سخنگوی دولت آقای ربیعی میره یا اینکه معمولا دست یک دو تا این وزرا رو هم میگیره با خودش میاره اونم حرف میزنه، ولی امروز نیومدن. قوار ولی در این حال میگه نمایندگان مجلس هم از وضعیت بازداشتی ها دارن، این بازداشتی اخیر دارن میگن. به هر حال مقصد این که نکته زدنی است که روزهای میکنه، ولی به هر حال جای گزارش خالیه. بله، برای اینکه در هر صورت خبرهایی که میرسه تعدادی کشته شدن، هیچ آماری از این تعداد کشته شدگان منتشر نشده، از بازداشتی ها منتشر نشده، از مجروحان منتشر نشده. البته روزنامه ها و خبرگزاری ها یه مقداری از تخریب هایی که اتفاق افتاده خبر دادن که اون هم تخریب های واقعا، مثلا بانک های زیادی در خیلی جاها در ایران کاملا سوختن و از بین رفتن. خب بریم سراغ برگزیده ها. روزنامه همشهری رو آوردین ما را بشنوید. واقعا این گزارش شاید تمام آن چیزی که میشد گفت از حوادث اخیر همین بود. آقای محمد صادق خسروی اولیا بعد از این ماجرای گران شدن و اعتراضات رفته جاهای مختلف شهر، از اتوبوس، وسط اتوبوس ها، از با تاکسی ها صحبت کرده، جاهای مختلف و حرفای مردم اصلا عالیه. یه جایی یه نفر که شهروند عادی هم از جوان تحصیل کرده است میگه که میگن کار عرضلو باشه، کار مردم نیست. از اون طرف شیر اینترنت رو بستن. بعد میگه که چرا کسی با توجه به اینکه حوادث سال 88 دی ماه 96 رو تجربه کردیم هیچ برنامه مشخصی برای شنیدن صدای معترضان اتخاذ نکرده؟ اقدامات بی برنامه تا کی باید ادامه داشته باشه؟ اصلا چرا به معترضان تریبون نمیدن؟ این داستان میره با یه راننده تاکسی صحبت میکنه، اونم میگه که مثلا خب تاکسی مشهور ونک، بله، بعد خب میگه که وقتی که بنزین گرون شده مردم حق دارن، ما هم حق میدیم که مثلا گرون شدن کرایه ماشین سخته براشون، ولی خب ما چی کار کنیم؟ این به ما هم فشار میاره. بعد و آخرش به نظر من خیلی گزارش مفصل، یه چهار راه ولیعصر میره، جاهای مختلف میره، میره شهریار، میره شهریار، جایی که خب یکی از شلوغ‌ترین مناطق بوده در روزهای گذشته و اتفاقای زیادی هم اونجا افتاده و با مردمی صحبت میکنه که شاهد این بودن که میگه که خب خیلی ها اینجا به خاطر گرونی اجاره در تهران رفتن و در شهریار زندگی میکنن و هر روز باید برن تهران کار کنن. از وضعیت اینا میگه که چقدر این گرونی بنزین وقتی هم که مترو نیست بهشون فشار میاره. و در آخر گزارش با پیرزنی حرف میزنه که شاهد این بوده که فروشگاه آتش کشیده شده و میگه که خب من اعتقادی ندارم که این کار درستی باشه و میگه من نماز میخونم، آدم معتقدی هستم، ولی راستش رو بخواین من مثلا دو سه ماه برنج نداشتم و منم رفتم تو اون فروشگاه یک کیسه برنج برداشتم و اومدم. من میگم واقعا تمام اون چیزی که بخواین بدونیم شاید از فشاری که به مردم برای همین گرونی بنزین میاد در این گزارش خلاصه شده. آرمان ملی رو ببینیم. ببینید حالا وقتی که فضا اینطوره به هر حال ذهن میگرده به اینکه بالاخره راه حلی برای خودش پیدا کنه، روزنامه‌نویسن دیگه. ببینید این صفحه کتاب آرمان ملی هفته گذشته هفته کتاب بوده،
این گزارشی که سمیه مهرگان نوشته که خودش قصه نویس است خیلی گزارش خوبیه. شروع میکنه برای این چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه ممیزی اصل قضیه از هفته کتاب حوادثی توش اتفاق افتاد ولی تحت شعاع ممیزی ها بود، لغو مجوزهای بی دلیل بود. اینو شروع میکنه با ماجرای کتاب 1984 مال اورول که اونجا یادتونه که اصلا 1984 اورول، بله 1984 اصطلاحا بهش میگن، توی اون که اورول اصولا نگاهش به همین جاست دیگه، یعنی نگاهش به جامعه سانسور زده است، بله. که دیوار کشیده میشه دورش. و اصلا خود این که با اینجا گزارش رو شروع میکنه، غیر از این که میره مصداقهایی میده اینا، به نظرم میرسه که این صفحه کتاب آرمان صفحه خیلی خوبیه، معمولا کمتر دیده میشه، ولی این دفعه به نظرم خیلی به جا و به موقع هم بود. بریم سراغ اندیشه پویا که مثل همیشه پر و پیمون و مفصل. عرض کنم که وقتی عکس آقای اسخرزاده رو گذاشته که نشون میده نسبت به موقعی که گروگان گرفته، در واسه 40 سال گذشته دیگه، چقدر چاق شده، در این حال مصاحبه خیلی خوبی کردن دوستان سردبیر و همراهان با آقای اسخرزاده به مناسبت سالگرد البته گروگانگیری بوده است، حالا کمی از نظر ماهای ذره دیرتر اومده. گفتگو میگه که گفتگو کردیم با طراح تسخیر سفارت امریکا، یعنی آقای اسخرزاده رو طراح میتونه طراح تصویر که گفت، سخنی میگه که قبلا هم به نوعی گفته بود در گفتگوی با بی بی سی، و اینکه پشیمانیم، به هر حال این مال زمان خودش بوده ولی به هر حال پشیمانیم از این ماجرا. بعدم یادآوری میکنه که به هر حال ما هم یه جوری قربانی شدیم، یعنی بعد از اینکه اون سر صدای اولیه و اینا خوابید و حتی گفته میشد که مملکت رو این گروه اداره میکردن، چه یه جوری هم البته انتخابات و هم انتخابات ریاست جمهوری رو هم انتخابات مجلس اول رو اداره کردن، بله. بعد میرسه مسئله دو تا شخصیت دیگر رو هم، شاید بشه گفت سه تا شخصیت دیگه ای رو هم مجله بهش میپردازه که جا داره راجبش حرف زده بشه، ولی خلاصه میگم همینقدر. یکی این که آقای دهلوی، به مناسبت درگذشت آقای دهلوی، یکی از کارهایی که میکنه اینی که خبرنگار سمج اندیشه پویا با آقای گلستان به این تفاهم میرسه که آقای گلستان راجب دهلوی حرف بزنه. میپرسید چرا؟ به خاطر اینکه آقای گلستان اولین فیلمسازی بود که به فکر افتاد که برای فیلمش موزیک تولید کنه، نه اینکه موزیک برداره از جای مختلف، و به هر حال ایشون معتقد است که اولین بار اونجا بود، در مورد فیلم مستند ایشون بود. رفته سراغ دهلوی، این خاطره رو بیان میکنه که نمیخواسته بره، بعد رفته و چقدر مفتون سادگی او شده، که این خیلی آبیچوری خوبی هم هست برای آقای دهلوی. در این حال یک سیمای یک استاد میهن دوست به اشاره به استاد ما دکتر جواد شیخ الاسلامی داره که یه جایی با کمال جسارت، من خیلی با ایشون موافق نبودم به خاطر اینکه دکتر شیخ الاسلامی اصولا اصلاح طلبی رضا شاه رو تا حد نهایت میدید و با یک آدم از نظر ما دموکراتی، اگه ما میگفتیم فریادش بلند میشد با همون لهجه ترکی به ما میگفتش که خلاصه حرف نزنین و اینا، میگفتیم که خب دموکرات، تنها دموکرات، جای دموکرات هم بوده و اینا، دوست نداشتید میشنوه، ولی نوشته های خیلی مهم میکاوه بیات آقای زیبا کلام، آقای پور جوادی، یه مطلبی هم آقای محسن خلیلی که دانشجویشون بودن نوشتن در مورد توی قاب های مختلف، قاب اول، دوم، سوم، خاطراتشون از زمانی که وارد دانشگاه میشن 17-18 سالشون بوده تا زمانی که دانشجوی دکترا میشن و تمام این سالها با ایشون بودن. نکته جالب این مطلب این بود که گاهی وقتا آدم میبینه که اینجا بعضی وقتا آدم کم داره کسانی رو که هی مدام بهش یادآوری کنن این مطلب خوب رو بخون، این کتاب خوب رو بخون، این چیز رو ببین، و در واقع از نگاه یک دانشجو اشاره میکنن که چقدر آقای شیخ الاسلام کتاب‌های خوب و چیزهای خوبی رو مدام تاکید میکرده برای خوندن به دانشجوهاش. اسنادی که پیدا میکرده اینو. خب بریم سراغ مجله مشق فردا.
خب مشق فردا شماره دومش در اومد و خب و خیلی خوبه که در اومده. گزارهای محتمل، حالا من تا میگم گزار شما یاد گزارهای دیگه ای نیفتید، ولی به هر حال اینطوریه. آقای صاحب امتیاز مدیر مسئول آقای دریسپور نوشته است درباره موازنه قوا و تحولات پیش رو. البته یادتون باشه که این قبل از این مسائل و طبیعتاً ماهنامه است، نمیتونه اون تو باشه. به نظر من اگر همین یه دونه مقاله سعید عجاریان رو مشق فردا داشت، در حالی که اینطوری نیست، چیزهای خیلی مهم دیگه هم داره، از جمله گزارشی که بهمن عمویی درست کرده راجع به فساد اقتصادی که چندین بار تا حالا به نوع‌های مختلف با کتاب مفصلی هم رجوعش نوشته. اینجا آقای حجاریان میگه که برگردیم به این بحث که این گفتمان امنیت ملی، خلاصه من دارم میکنم این موضوع، این خب گفتمان امنیت ملی که الان خیلی راجعش صحبت میشه، این چه سابقه داره؟ بعد اشاره میکنه به اینکه موقعی که انقلاب شد گفتمان بست محوری بود، دلتون باشه اون میگفتن کربلا رو میگیریم بعد میریم تل آویو هم میگیریم بعد این طرف اون طرفه بست بدیم، صدور انقلاب. بعد که جنگ پیش اومد گفتمان اصلی کشور شد حفظ محور، یعنی همین که داریم رو حفظ کنیم، اینا چیز ازش دست ندیم. بعد از جنگ، حالا دیگه داره اشاره میکنه به آخرهای دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی، میگه رشد محور شد کشور و از این بابت گذشت داریم الان انگار رجوع کرده ایم یا داریم میکنیم به اون اولی، یعنی به بست محور. فقط کافیه که اینو بگم که ایشون بعد از اینکه اینا رو تشریح میکنه بعد کشورهای دیگه دنیا رو تشریح میکنه که این بست محوری چی کار باشون کرد، از چین، روسیه و بقیه تا حتی تا ژاپن. عالی، خب بریم مجله زنان امروز رو آوردین، اون رو هم یه نگاهی بکنیم. شما چی دیدید تو؟ خب مجله زنان امروز خیلی فاصله داره با اون مجله که سالها فاصله. آره فاصله داره واقعا با اون مجله که ما سالها از خانم شرکت میدیدیم و کسانی که گرد می آوردن. این مجله بیشتر گذاشته تمرکزش رو روی بخش اقتصادی و فعالیت زنان بیرون از خونه، اینکه چقدر در واقع زنا، وضعیت بیکاری زنا، تعداد بیکاری زنا، اینکه مشاغل چقدر برای زنها کمه یا سخت پیدا کردن، یا حقوقهایی که بهشون میدن کمه، یا اینکه زنا بالاخره با تحصیلاتی مجبور میشن کارهایی رو که هیچ تخصصی هم توش ندارن ولی مثلا متخصصن در یه زمینه های دیگه ای انجام بدن. مقالات ترجمه داره، اشاره میکنه به زمان، در یک مقاله اشاره میکنه به جنگ جهانی دوم اگه اشتباه نکنم، که در واقع وقتی که مردان در اروپا رفتن برای جنگ، زنان تمام پست‌های حالا از آکادمیک، از هرچی علمی رو پر کردن و خب همونجا این بحث پیش اومد که خب پس زنان میتونن، و وقتی خب مردها برگشتن کاراشون رو میخواستن. و در هر صورت میگم بیشتر نگاه اقتصادیش به وضعیت زنا بوده و اینکه چقدر بحرانهای سیاسی میتونه تاثیر بذاره. معیشت زنان در میان چرخ‌دنده‌های بازار و سیاست. بله. آخر مجله هنر و تجربه هست که مجله بسیار خوبیه در مورد سینما. عکسی که روی جلد هست از مستندیه به نام در جستجوی فریده، که یک خانومیه که در کودکی به خاطر همتمانی با جنگ دیگه جزء ظاهرا اینطور که پیداست عده زیادی از بچه‌هاییست که خانواده نمیتونست تحمل کنه یا امکان امنیت چه نداشت و اینا، بنابراین منتقل شده از نوزادی به یک خانواده در هلند و در نچه هلندی وجود اومده. فقط همینقدر خلاصه بگم که در یه زمانی یه دونه با کمک یک نفر دیگه یک نامه نوشته، چون انقدر میدونه که مادرش مشهدی است به روزنامه خراسان نامه نوشته و در اون روزنامه، در اون نامه کمک خواسته برای پیدا کردن مادرش و خانواده و این باعث شده. این مستندی است که از موقعی که این بچه‌ها دعوت کردند از فریده یا فریدا اینطور که هلندی‌ها میگن که بیاد ایران، اونم از خدا خواسته رفته، از لحظه که وارد ایران شده این فیلم گرفته میشه. در حقیقت یه نوع فیلم مستندی است که
خودش یه موضوعه، بله، نه اینکه یه موضوعی رو داره از بیرون نشون میده. الانم که نماینده سینما ایران هست در اسکار، یه مصاحبه هم داره با جورج هاشمزاده، کارگردان در سکوت. در سکوت هم الان فیلمیه که خیلی بهش نگاه میشه. فیلم در مورد تجاوز، بحثی که خب همیشه یه ذره تابوه، نه تنها در ایران که در خیلی کشورهای دیگه. آقای هاشم نژاد ازش پرسیده میشه که خب اصلا نگاهت به زن چطوری؟ میگه من شاید نگاهم با نگاه ایرانی ها یه ذره متفاوت باشه، من زن رو همینطوری خب و به خاطر همینم مثل هر جای دیگه دنیا زن رو میبینم. و اینکه چطوری تونسته این خط قرمزها رو با خونسردی کنار بذاره، خیلی ممکنه فیلم احساسی نباشه، ولی در هر صورت به موضوع بسیار مهم و تلخی داره اشاره میکنه. و یه جایی هم میگه که من معتقدم کارگردان مصلح اجتماعی نیست و نباید مانیفستی داشته باشه، و میگه که باید یه مقداری درس‌ها جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست، اقتصاد، همه چی بدونه، ولی این به این معنی نیستش که مانیفستی بده، و من اصلا اصولا هم معتقد به مانیفست دادن نیستم. درصد امیدوارم حالا ما بتونیم یه روز این فیلم رو ببینیم. سینمای هنر تجربه که این مجله هم مجله همون سینما هستش، یه موضوعی است که پایه‌های سینمای امروز ایران روشه که برخلاف بسیاری از هنرهای دیگه این پایه محکمه. بله. کارتون آخر از محمد طهانی هست. بله دیگه دقیقت لازم به گفتن نیست. او میخواسته که این لوله پمپ بنزین رو بکشه وقتی که نمیشد جیب خالی، نمیدونم اون خلاصه دقیقت لوله بنزین رفته بوده تو جیب، بله، ولی حالا دیگه اونو تبدیلش کرده به یه انگشت و دستی، بله. ولی ما میخواستیم به آقای طهانی بگیم که فهمیدیم، بله. و در حقیقت به یکی از خبرنگارای روزنامه هم که امروز صبح وقتی اولین بار دید که اینترنت داخل روزنامه باز شده تو توییترش نوشت دسترسی به اینترنت به صورت نیم بند با قطع و وصل در روزنامه فراهم است، چون ما رسانه ایم و باید کار کنیم. کاری که میکنیم این است که بر حرفه مردمان سوگواری کنیم و نتوانستنهایمان را بفرستیم زیر چاپ. امیدواریم تا هفته آینده اینترنت دیگه واقعا قطع نباشه. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. همینجا به همراه آقای بهنود از شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب روزتون خوش.